سلام، درس پیچیدگی محاسباتی هست و در واقع امروز میخوایم که مسئله 3D matching رو بررسی کنیم، ثابت کنیم MP hard و ثابت کنیم MP complete. در واقع این رو با استفاده از مسئله 3SAT اثبات خواهیم کرد. اسم مسئله هست 3-Dimensional Matching که شما ورژن‌های دو بعدی این رو قبلا دیدید. در واقع شما در دو بعد دیدید مسئله Perfect Matching رو دیدید و احتمالا Maximum Matching رو، حالتی که توی گراف دو بخشی یه مجموعه داریم، مثلا مجموعه مردها، یه مجموعه هم داریم مجموعه زنها، و اینا از نظر امکان ازدواج فلش هایی بینشون، یعنی یال هایی بینشون رد و بدل شده، و شما در حالت پرفکت مچینگ مثلا میگین این آقا امکانشو داره که با این خانم یا این خانم ازدواج کنه. دوباره این خانم خودش این امکان داره که با یکی از این سه تا آقا ازدواج کنه و با دیگران ازدواج نمیکنه. دوباره این آقا فقط با این دو نفر ازدواج میکنه، یکی با این، یکی ما هم اولی، یا مثلا و همینطور تا آخر. مثلا این آقا ممکنه که فقط ترجیح بده که با این نفر اول فقط میتونه ازدواج کنه، هیچ امکان دیگه ای نداره. نهایتا شما در دو تا مجموعه A و B که داده شده و این در واقع یک گراف دو بخشی است، به این معنا که مجموعه آ بین هم دیگه، بین عناصر مجموعه آ یالی وجود نداره، و همینطور توی بی. توی مسئله پرفکت مچینگ شما دنبال پیدا کردن یال هایی هستید که اولا مجزا باشند، یعنی هیچ اشتراکی بین اعضاشون نباشه، و دوما همه رو با همه جفت کنند. در واقع کسی اینجا نمونه، نه تو مجموعه A نه تو B که در واقع هیچ جفتی نداشته باشه. خب یا مسئله حل میشه یا شما جواب نو رو برمیگرد. توی مسئله ماکسیموم مچینگ هم در واقع شما همین کار رو میخواییم بکنیم، ولی بیشترین تعداد جفت ممکن رو دارید پیدا میکنید. در واقع اینجا جواب یسه و شما بالاخره باید پیدا کنید، حالا یا همه رو یا یه تعدادی رو، ولی بیشترین جفت رو از داخل این گراف دو بخشی بیاریم بیرون. خب این مسئله دو بعدیشه، این دو تا مسئله. ولی ما الان داریم راجع به مسئله در حالت سه بعد بحث میکنیم که در واقع شبیه حالت پرفکت مچینگ. به این معنی که شما توی این مسئله، توی مسئله 3D مچینگ، فکر کنید سه تا مجموعه دارید. یکیش مجموعه A هست و یکیش مجموعه B هست و یکیش هم مجموعه C هست. حالا هر کدوم از یالهاتون هم که اینجا هستن و قرار اعضا رو به هم جفت کنن، حالا جفت که نه، ستایی، در واقع بهشون میگیم ستایی، یعنی ابریال میگیم به اینا. مثلا اگه مجموعه A رو شما فرض کنید آقایون باشن، مجموعه B خانوم ها باشن، و مجموعه C مثلا حیوان خونگی باشه، مثلا خرگوش، سگ، گربه یا چیزای اینجوری. حالا در واقع شما میتونید یک ابریال رو اینجوری در نظر بگیرید که به ما میگه که این آقا میتونه با این خانم ازدواج کنه و این حیوان خونگی رو هم تو خونهش نگهداری کنه. حالا ممکنه که همون آقا با این خانم هم بتونه ازدواج کنه و این یکی حیوان خونگی هم بتونن نگه دارن. خب در واقع ما حالا میتونیم یه رنگ برداریم، دوباره بگیم که این خانم و این آقا میتونن با این یکی حیوان خونگی یه تشکیلی خانواده سه نفری هم در ابتدای کار بدن، یا مثلا دوباره همینطور تا آخر. حالا اینجا ما اگه تعدادی آقا بذارم، اینا آقا هستن، مثلا توی مجموعه اینجا اینا هم خانم هستن، و اینجا هم چند تا حیوان خونگی بذارم. خب حالا مثلا شما دوباره میگی که این آقا میتونه با این خانم و این حیوان خونگی دوباره با
خودشون ستایی تشکیل یه خانواده بدن، مثلا این هم همینطور و همینطور تا آخر. یه رنگ دیگه برمیدارم، من یه مثال دیگه هم بکشم، مثلا این دوتا میتونن با این با هم باشن و همینطور دوباره مثلا این همین میتونه با اینم باشه و این یکی حیوان خونگی. خب این شلوغ میشه اگه بیشتر از این بکشم. به هر حال هر کدوم از این یال ها رو که دیگه سه تا عنصر رو به هم وصل کرده بهش میگیم هایپر ایج یا ابریال. و یه گراه در واقع سه بخشی اینجوری به ما دادن و در واقع از ما یه پرفکت مچینگی میخوان که همه آ و ب و س رو اعضاشو اینجوری تشکیل بده. و خب همونطور که میبینیم اعضای آ به هم وصل نیستن، اعضای ب به هم وصل نیستن، اعضای سی هم به هم وصل نیستن. این مسئله 3D matching هست و ما میخوایم ثابت کنیم که این مسئله هم عضو NP که خب این خیلی ساده است و هم عضو NP hard. خب این کار اصلی ماست امروز و یه مقدار وقتگیر خواهد بود و در نتیجه این مسئله عضو کلاس MP complete. میخوایم این رو امروز ثابت کنیم. خب در واقع برای شروع کار عضو NP بودنش ساده است، این رو میگیم و ازش رد میشیم و در نتیجه ما MP complete بودن رو هم زیاد بحث نخواهیم کرد، چون وقتی ما MP رو بگیم، MP hard بودن رو هم بعدم بگیم دیگه، خب MP complete بودن خود به خود ثابت میشه. پس ما فقط راجع به MP hard بودنش بحث خواهیم کرد. MP بودنش واضحه به این دلیل که کافیه یک جوابی برای این نمونه مسئله به ما داده شده باشه. چک کردن این که همین ویژگی ها رو داره، این ابریال ها هر کدومشون از آ یه دونه، از بی یه دونه، از سی یه دونه عضو دارن، به اضافه این که اجتماع این ابریال ها همه اعضای A و B و C رو شامل میشن، اینا همشون در زمان چند جمله‌ای و در واقع در زمان خطی امکان پذیره و در نتیجه به راحتی میشه دید که این مسئله جزء مسائل MP هست. خب اگر ثابت کنیم که این مسئله جزء مسائل MP hard هم هست، پس دیگه MP complete بودنش هم به وضوح نتیجه میشه و برامون زحمتی نداره. ما میریم سراغ این که ثابت کنیم این مسئله MP hard. خب برای اینکه ثابت کنیم این مسئله MP hard، یه مسئله رو باید پیدا کنیم، مسئله مشهوری که قبول داریم سخته، قبول داریم امپی هارده، و اون رو به این مسئله کاهشش بدیم. حالا میدیم سراغ اثبات امپی هارد بودن مسئله 3D matching. همونطور که دیدید توی مسائل قبلی چند بار تمرین کردیم توی مسائل مختلف، اون ادبیات من که دارم میگم، ما یه مسئله معروفی رو انتخاب میکنیم که قبلا سختی ثابت شد. اینجا مسئله ای که انتخاب میکنیم تا کاهشش بدیم مسئله معروف 300 هست. در واقع این رو میخوایم کاهشش بدیم به مسئله جدید خودمون، یعنی مسئله 3D matching. خب یعنی چی؟ ما اینو قبلا چند بار تمرین کردیم ولی الان با زبان خودم یه بار دیگه این رو خدمتتون میگم. این مسئله شناخته شده است، مسئله 3D setting 3D set شناخته شده است و فرض بر اینه که سخت بودنش قبلا اثبات شده، که گرچه ما تو کلاس هم صحبت کردیم راجبش، بارها صحبت شده و قضیه کوکلوین و اینا هم بحث شده، ولی خب حالا این بحث هم نشده باشه، لیستی از اینا تو اون کتاب گریان جانسون هست و شما هر کدوم از اونایی که قبلا اثبات شده بردارید و کاهشش بدید مسئله جدیدتون کافیه.
و این هم مسئله جدیدیه که نمیدونیم سختی یا نه، و امروز میخوایم ثابت کنیم، در واقع فرض میکنیم سخت. به این شکل رفتار میکنیم، میگیم فرض میکنیم که صاحب مسئله تریسات امروز نیامده، و فرض کنیم که یک نمونه مسئله ای از این وجود داره، نمونه مسئله ای از تریسات به ما داده شده. یعنی از این کلاس هایی که در واقع با اند به هم وصلند و هر کدوم سه تا مثلا x1 یا x2 بار یا مثلا اینجوری، اگه یادتون بیاد مثلا x2 یا x1 بار یا x3 اینجوری اند فلان اینجوری، این مسئله رو فرض کنید یه نمونه مسئله از تریسات داده شده باشه. خب صاحب مسئله تریسات هم نیامد. ما باید قرار در واقع قراره که توی این شیوه کاهش ریداکشن اینو به طریقی تبدیل کنیم به یک ورودی برای مسئله جدید. یعنی اینجا میگیم یک جادوگری وایستاده پشت این مسئله جدید، فرض میکنیم، آخرش هم ثابت خواهیم کرد که این فرضمون فرض خلف بوده. میگیم اگر همچین جادوگری ادعا میکنه که این 3D matching رو میتونه در زمان پولینومیال حل کنه، ما یک کاری میکنیم که تریسات هم خود به خود در زمان پولینومیال حل بشه. و چون میدونیم تریسات نمیتونه در زمان پولینومیال حل بشه، در نتیجه فرضمون باطله و اون جادوگره هم نمیتونه 3D matching رو در زمان چند جمله حل کنه. روش اثبات اینجوری. خب در واقع حالا فرض میکنیم، همون فرض خود، فرض میکنیم جادوگره میتونه هر چیزی که ورودی مسئله 3D matching باشه بهش بدین و جادوگر سریع حل میکنه. حل میکنه هم یا جوابش یسه و اون در واقع ابریال ها رو جدا میکنه میده، یا جوابش نوه، واقعا وجود نداره و به ما میگه نو. خب حالا این ورودی مسئله برای تریسات داده شده، ما الان اینو باید تبدیل کنیم به یک گراف سه بخشی، به یک گرافی که دیدی تو 3D matching ورودی چجوریه. یعنی جادوگر از ما اند و اور و ایکس و اینا نمیگیره، به این شکل هیچی نمیپذیره، حتی گراف دو بخشی هم نمیپذیره، حتی یک گراف معمولی هم نمیپذیره. اصلا این جادوگر برای مسئله 3D matching تنها و تنها دقیقا همون یک گراف سه بخشی که دیدید با ابریال ها وصله، همچی چیزی رو باید بدی. اگه بدی ایشون ادعا میکنه که در زمان چند جمله ای مسئلتون رو حل میکنه. خب الان در ادامه جلسه همون ما باید تلاش کنیم هر ورودی از مسئله تریسات رو تبدیل کنیم به یک ورودی از مسئله 3D matching و بعد بدیم به خورد این جادوگر و جادوگر حلش کنیم. حالا ممکنه ما یه جوری اینو تبدیلش کنیم قیافش واقعا یه ورودی برای مسئله 3D matching بشه، ولی خب ممکنه ما اشتباه کنیم، ممکنه که دقت نکنیم و جادوگر جوابی که به درستی راجع به 3D matching میده به درد جواب تریسات نخوره. خب اشتباه، ما باید حتما اونقدر شرط و شروط ها رو اونجا، اونقدر منطق این تبدیلمون درست باشه که هر جواب یسی که جادوگر میده معادل با یه جوابی باشه که برای تریسات در واقع یسه، جواب اون هم مشخص باشه، و اگه جواب تریسات نوه واقعا جواب جادوگر هم نو باشه. اگه یه ذره این تبدیلامون درست نباشه، ممکنه جادوگر به ما یه جوابش بگه که خب من تونستم این مچینگ شما، در حالی که اون اصلا نمیخوره و جواب تریسات نوه. خب این یعنی روش ما، کاهش ما، ریداکشن ما غلط. پس اینجا رو باید دقت کنیم که انشالله در ادامه این رو به دقت میگیم. ضمناً مراحل تبدیل و این ریداکشن ما هم خودش زمان این تبدیلمون هم باید چند جمله ای باشه. یعنی از لحظه ای که یک ورودی مسئله تریسات رو میگیریم تا اون رو میتونیم تبدیل کنیم به یک گراف سه بخشی که بدیم به
خرد این جادوگر، این مراحل کلا باید در زمان چند جمله ای صورت بگیره که بعد بگیم اون زمان چند جمله ای به اضافه زمان حل این جادوگر که خودش چند جمله ای فرض شده در کل چند جمله ایه، و در نتیجه بازم تکرار میکنم و در نتیجه اگر جادوگر بتونه 3D matching رو در زمان چند جمله حل بشه بکنه، خود به خود 300 هم در زمان چند جمله حل شده که این خلاف اونه که ما قبلا ثابت کرده بودیم 300 مسئله سختیه. همه این حرفامون هم که شما میدونید مال وقتیه که فرض میکنیم پی مخالف NPه. اینو حالا تکرارش لازم نیست بگم، ولی حالا اینجا لازم شد یه بار تاکید کنم که با اون فرض داریم پیش میریم. خب پس ما الان هر ورودی مسئله 300 رو باید تبدیل کنیم به یک ورودی مسئله 3D matching و بدیم به خورد این جادوگر رو جواب نهاییش رو تبدیل کنیم به جواب نهایی این باید تبدیل بشه به یک جواب از خود مسئله 3D matching. خب برای این کار ما سه تا گجت، سه تا ابزار خواهیم ساخت. اینا تیکه هایی از یک گراف هست. بعد به هم وصل میکنیم و نهایتا یک گراف سه بخشی میشه که الان در ادامه خدمتتون میگم. همونطور که قبلا گفتیم ما باید سه تا، یعنی سه مدل گجت درست کنیم از هر کدوم چند تا ابزاری که اینا رو که بعدا این سه مدل رو به هر تعدادی که ساختیم تیکه هایی از گراف هست و به هم وصل میکنیم، در واقع گرافی که اون جادوگرم قبول کنه، یعنی گراف سه بخشی با ابریال هاش و اینا. خب اولیش این شکلیه که میبینید به ازای هر یه دونه متغیر توی 300 به ما متغیر میدن و کلاز میدن و بعد نقیض میدن و اینجور چیزا، ما باید اونو بتونیم ارضا کنیم یا اینکه بگیم ارضا شدنی نیست. خب به ازای هر یه دونه متغیر یه چرخ این مدلی میسازیم و این چرخ ها تعداد مثلثاشون فرق داره. تو این چرخ میبینید که یه سری نقطه است، اینا همون رؤوس گرافمون خواهند بود، چون توی 3D matching به هر حال ما یه گراف داریم. مثلث ها چی هستند؟ اینا همون ابریال ها هستند. در واقع توی هر مثلث اونجوری که میبینید سه تا رأس وجود داره و این رؤوس دقیقا همونایی هستند که میتونن با همدیگه تشکیل یک ابریال یا خانواده بدن. اگه یادتون باشه اونجا گفتیم مرد، زن و حیوان خونگی. اینجا هم این سه تا گفتن ما میتونیم با همدیگه باشیم. مثلا اگه دقت کنید این یه دونه هم میتونه با این قرمزه باشه، با این خانواده قرمزه، و هم میتونه با این خانواده آبی باشه و همینطور تا آخر. ولی این یه دونه رأس فقط میتونه با این دوتا باشه. به هر حال هر کدوم شرط و شروط خودشونو گفتن و تبدیل شده به این چرخ. تعداد این مثلث ها اینجا میبینید 8 تاست، 4 تاش آبی کشیدن و 4 تاشو قرمز. این فرض کنید که برای یکی از متغیرها مثلا xi هست، مثلا x7 فرض کنید. خب حالا من می‌نویسم xi. در واقع متغیر xi یا مثلا همون x7 به عنوان نمونه توی این نمونه 300ی که به ما دادن فرض کنید که 4 بار تکرار شده. حالا یا 4 بارش عیناً خودش اومده یا تو بعضی مواقع نقیزش اومده. مثلا اینجا فرض کنید 3 بار خودش اومده، یعنی به عنوان xi دیده میشه تو اون 300. مثلا اینجا و اینجا و مهم نیست کدوم کجا، اصلا اونش مهم نیست، ولی و اینجا، یعنی ترتیب نداریم، مهم نیست اصلا. خب و 1 بار هم نقیزش اومده تو چیز، مثلا اون رو هم من اینجا میذارم که xi 1 بار هم نقیزش دیده شده. خب در واقع رو اون یکی هم خواهیم نوشت این رو،
ولی از نظر تعداد بدونید که چرا من برای XI یا به عنوان نمونه X7 چرخ 8 تایی کشیدم. در واقع به هر تعداد که در همه کلاس ها این متغیر دیده شده چه مثبت و چه منفی من محاسبه می کنم. مثلا اینجا شده 4 بار و برای اون 4 بار چون نمیدونم تو هر کلاس قراره ترو بشه یا فالس دو برابرش رو رسم می کنم. در واقع برای این نمادگذاری هایی که من کردم فرض کردم اگه این آبی ها استفاده بشن تو اون کلاس مقدار این متغیر تروه، پس اینجا فرض میکنم که این تروه. اگر این انتخاب شد، اگر این انتخاب شد و اگر این انتخاب شد و حالا یه رنگ دیگه بهتره بردارم که برای اون یکی ها، و اگر این انتخاب بشه این یعنی همین رأس تکی، اون وقت به این معناست که این فالس خواهد بود. توی اون کلاس این متغیر فالس خواهد بود، چون ما که تو گراف سه بخشی دیگه ترو فالس و نقیض و اینا نداریم، فقط بعضی روز انتخاب میشن با بعضی هایی. پس ما اگه در یک کلازی مثل کلاز 11 این یه دونه رو انتخاب کرد جادوگرمون وقتی که داشت مچینگ انجام میداد، خب تو کلاز 11 وقتی متغیر 7 رو این یه دونه انتخاب کرد، معلومه که تو کلاز 11 قراره که مقدار XI یا X7 فالس بشه. حالا اگه نقیض بود تبدیل به ترو میشه، اگه نبودم که همونجور فالس میمونه. خب این متغیر هامونه. حالا اگه متغیری مثل متغیر X3 در کل کلاس ها 3 بار استفاده شد چی؟ یعنی مثلا 2 بار نقیض X3 یه جا دیده میشه و 1 بار هم خودش دیده میشه. خب بازم ما براش یه دونه 6 تایی میکشیم. یعنی یه دونه، من رنگش رو انتخاب کنم اینجا، اول میایم یه دونه مثلا برای متغیر X مون یه دونه فرض کنید یه همچین چیزی میکشیم. اینا برای حالتیه که اون ترو بشه و بعد میریم سراغ اونایی که فالس میشه. پس اگه کل متغیر ایکسمون چه با نقیض ها و چه بدون نقیض ها در کل مسئله اگه 3 بار دیده شد، شما همچین شکلی رو براش خواهید ساخت، همچین گجتی رو براش خواهید ساخت. حالا این مثلث من خیلی هم مثلث نشد ولی اشکال نداره. خب و روزی که اینجا خواهیم گذاشت، اینا رأسن یا همون روزی هن که در واقع اینجا هم یه دونه داشتیم، این رأس مثلث که من بعد کشیدم و همینطور تا آخر. خب نقاشیم خیلی خوب نیست، اشکال نداره. خب پس احتمال داره که این متغیر هامون یکی چرخش بزرگ باشه یکی چرخش کوچیک باشه. اگه یه متغیری 18 بار دیده میشه، پس ما یه چرخ خیلی بزرگ 36 تایی براش به این شکل خواهیم داشت و بعد بهتون میگم که چجوری از اینا استفاده خواهد شد. این در واقع، این من اینجا اسمشو می‌نویسم، این در واقع گجت مربوط به چیه؟ مربوط به متغیرها. خب این مربوط به متغیرها بود، گجتی که برای متغیرها ساخت. یه گجت دیگه باید بسازیم برای هر یه دونه کلاس. در واقع مثلا فرض کنید که یکی از کلاس هامون اینجوری باشه، فرض کنید باشه که مثلا XI or XJ bar
ایکس کام. فرض کنید یکی از کلاسامون این مدلی باشه. خب اینو چیکارش میکنیم؟ به ازای هر کلاس ما میایم یه گجت دیگه میسازیم به این شکل، ولی توی این شکل ما فقط در واقع این دوتا نقطه رو گذاشتیم، این دوتا رأس رو ایجاد کردیم، این دوتا ورتکس رو به گرافمون اضافه میکنیم، این سه تا بالایی رو جدید نمیسازیم. اینها از همون متغیر هست، از همون گجت مربوط به متغیر هست، انتخاب میکنیم و در واقع اینو اینجا چیز میکنیم. یعنی منظورم اینه که این کلاس هایی که جدید هم میسازیم بعدا به اینها وصل خواهند شد. اینایی که این بالا میبینید برای هر کلاس در واقع یکی از اینا خواهند بود و به اینا وصل میشن، وصل نمیشن، اصلا خودشون هستن. ما این دوتا گجت رو در واقع بغل هم و پشت سر هم ایجاد میکنیم. فکر کنید این همینه، در واقع این شکل رو فکر کنید رفته بالا و رو این افتاده. خب به ازای هر کلاس میایم یه دونه گجت اینجوری میسازیم و اینجا هم دوباره اینا همون هایپر اج ها هستن. ببینید این یه دونه گفته من میتونم با این دوتا باشم و این هم همینو گفته و این هم همینو گفته. هر کدوم از این مثلث هایی که میبینید در واقع یه هایپر اج یا ابریال هستش. خب در واقع توی این کلاس این قراره بره به اون چرخ متغیر XI بخوره، یعنی از همون استفاده بشه، ولی یکی از اون آبی ها، یعنی یکی از اون هایی که قرار ترو باشه، مثل دقیقا همین، چون اینجا آبیه و XI و اینا، در واقع این اولی که مثلا میتونه این باشه. خب اگه ما این رو برای XI در نظر گرفتیم، این دقیقا همینه، رو هم افتادن و آبیه و اینا. حالا XJ یه چرخ دیگه داره، حالا بسته به تعداد تکرارش ممکنه چرخش مثلا 4 تایی باشه، 8 تایی باشه، 6 تایی باشه، 20 تایی باشه. اونجا خب تعدادی آبی داشتیم و تعدادی قرمز. الان این اگه قراره بره به XJ بار، میره به یکی از اون قرمزا، رو اوناست در واقع، از اونا انتخاب میشه و این هم شبیه همین از XK ها. نهایتاً چه اتفاقی خواهد افتاد؟ نهایتاً در جواب نهایی که اون جادوگره به ما خواهد داد، اگر جواب شدنی باشه و اگر ارضا پذیر باشه، اینجا جادوگر این هایپریال ها رو، هایپریچ ها رو مشخص خواهد داد. به خاطر وجود این دوتا رأس، حتماً با یکی از اینها باید این دوتا مچ باشن، چون این دوتا به جز این ستا با کس دیگه ای مچ نمیشن. یکی از این ستا لازمه که این دوتا از این حالت جفت در بیان و یه ستایی بشن. خب پس اون جادوگر مجبوره که این دوتا رو با یکی از اینا انتخاب کنه. اون یه دونه ای که انتخاب میکنه در واقع همون باعث میشه که این کلاس حداقل یه دونه از لیترال هاش ترو باشه و در نتیجه کل کلاس حتما ترو میشه و این یه دونه کلاس خلالی در بقیه ایجاد نمی کنه. حالا همین کار رو اگه برای کلاس های دیگه انجام بدیم، خب اگه شدنی باشه کل مسئله، کل فرمول ارضا میشه. پس به خاطر وجود این دوتا رأس جدید که حتما باید تو ستایی یا باشند، حتما یکی از اینا انتخاب میشه و دوتاش میمونه. دوتاش میمونه، باید چکار کنیم؟ اونو جداگونه الان توی گجت بعدی خدمتتون توضیح میدم. میریم سراغ سومین گجتی که لازم داریم و اینکه چرا داریم میسازیمش، به چه درد میخوره و چه جوری میسازیمش. پس این گجت هایی که میگم، یادآوری میکنم که قطعه هایی از اون گراف هم. از اون گراف سه بخشی که قراره بدیم جادوگرمون و اون در صورتی که بشه اون تریکی مچینگ کامل رو روین انجام بده، انجام میده. در غیر این صورت به ما جواب نو رو برمیگرد. پس این یکی هم یه جورایی قطعه هایی از اون گراف. خب اول میگم که چرا اصلا لازمه این؟ در واقع به چه درد میخوره این
گجت جدیدی که اینجا میخوایم بسازیم. ببینید، ما به ازای هر یه دونه متغیر یه دونه چرخ ساختیم و این متغیر مثلا xi فرض کنید توی این مثال 4 بار در کلاس ها دیده میشه، ولی ما 8 بار ساختیم. قراره که از این روسی که من اینجا نشون میدم، یا آبیا یا قرمزا، به هر حال 4 تاش با این گجت هایی که برای کلاس ها ساختیم مچ بشن، یعنی به جای یکی از این 3 تا بشینن. و همینجور که الان مشخصه، نصف اینها، اینایی که اینجا هستن، بیکار خواهند موند. نصف اینها خالیه و ما نمیدونیم باید چه کارش میکنیم تا اینجای کار. اما اون جادوگره چیزی که میگیره در واقع قرار نیست این جواب داشته باشه ولی اون 3D matching جواب نداشته باشه و یا برعکس. این دوتا مسئله، یعنی 300 و 3D matching، قراره که هر وقت یکیشون جواب داره اون یکی هم دقیقا جواب داشته باشه، قابل تفسیر به قبلی، و هر وقت یکی جواب نداره اون یکی هم نداشته باشه. ولی الان میبینید که اگه ما اینجوری بسازیم بدیم به اون جادوگره، همیشه جواب نوعه، چون یه تعدادی هستن از روز اضافه که با هیچ چیزی جفت نمیشن. در واقع این فلسفه ساختن این گراف جدیدمون، این تیکه گراف جدید یا گجت جدیدمون همینه. اسمشو میذاریم سطل آشغال. این رو حالا نمیم چه جوری بنویسم، یه لحظه، احتمالا نه از اینجاست. بله، خب پس اسم این رو میذاریم سطل آشغال و از اینا یه تعدادی خواهیم ساخت در واقع، یا garbage collection، به این شکل که دوباره ما اینجا اینا رو نمیسازیم، این تکیه های بالا رو نمیسازیم، اینا همون اضافه ها خواهند بود و تمام اضافه ها از همه متغیرها خواهند بود. هر چی که اضافه میمونه، حالا تعدادش هم از شما خواهم پرسید، میاریم میچینیم اینجا و دو تا اینجا میذاریم، دو تا رأس جدید میذاریم و با این هایپر اج ها شبیه مثلث اگه اینجا میبینید، اینا رو به هم دیگه بست میکنیم. باز اینا قرار نیست که یه جفت فقط برای همه اینا باشه، چون وقت با یکشون جفت میشن و بقیه دوباره سرشون بی کلاه میمونه و ما باید از اینا تعدادی بسازیم. اون تعداد چند تاست؟ الان ازتون میپرسم و خودم ادامه میدم. پس از اینا هم یه تعدادی باید بسازیم. خب ما 3 تا گجتمون ساختیم و حالا باید با ترکیب اینا یه گراف بزرگ بسازیم و بدیم به خورد این آقایی که قراره 3D matching رو انجام بده و این جادوگره و به ما جدید دقیقا هایپرگراف هایی که اون شرایط اصلی رو دارن و برگردون اگه راهی وجود داشته باشه. آماده ایم که گراف بزرگ اصلیمون رو بسازیم. خب اگه یادتون باشه اینا هر کدومشون برای هر کدوم از متغیرها هستن. خب ما 3 نقطه گذاشتیم، یعنی همشون اینجا هستن. بعضی از اینا 8 تا چرخ دارن، دنده دارن، بعضی 6 تا، بعضی 4 تا، بعضی 20 تا، همینطور تا آخر. حالا ممکنه چند تاشون هم مساوی باشه تعدادشون. پس اینا در واقع برای متغیرهامونن و ما میتونیم اسم گذاری هم بکنیم. مثلا این اولی بشه برای x1، من همین داخلش هم نویسم که شاید اینجوری بهتر باشه. این برای x1 باشه، حالا این x2 باشه، علی جواب باشه. و تا آخر نمیدونم x n تا فکر کنم گرفتیم. خب اینم برای n. بعد این بالا اینا مربوط به کلاس ها هستن. در واقع این کلاس 1، بعد این کلاس اوله، این کلاس دومه و این کلاس آخره، یا کاوم مثلا کلاس کاوم. اینم بنویسم که
این ترتیب رو اینجا ببینیم. خب برای هر کلاس ما یه چیزی ساختیم که البته اونجا یه ذره جهتش برعکس بود. این دوتا نقطهش پایین بود، بعد سه تا نقطه بالا داشتیم که جدا جدا این دوتا بهش وصل بود. الان اون سه تا نقطه پایینن به خاطر اینکه یک جا می‌خوایم بکشیم. حالا فکر کنید این دوتا پایینن و سه تا بالان و سه تا نقطهشون پایینه، سه تا رأس جدیدش. به هر حال اینا رو الان وصل میکنم من. پس ما تعدادی متغیر هامون و تعداد کلاس هامون الان مشخصه. خب اون پایین رو هم بهتون میگم که اون سطل آشغال هامون چند تانو به چه درد میخورن. ولی خب اینجا مثلا اینجوریه دیگه، یعنی این یه دونه یک بار میاد فرض کنید با نقیض x1 اینجا جفت میشه که این یه دونه رو در نظر، چون قرمزه نقیضه. یه بار مثلا فرض کنید این میاد با یه دونه اینجا مثلا جفت میشه با حالا نقیضش یا خودش با یه متغیر دیگه اینجا، مثلا یه بارم با خود x2 مثلا نه با نقیضش اینجا جفت میشه. فرض کنید اگه یادتون باشه اونجا هم این دوتا نقطه به سه تا رأس وصل میشه و همینطور الاخر، یعنی کلاس کام هم همینه و برای هر کدوم از کلاس ها ما این کارا رو میکنیم. خب تا اینجا همونی بود که گفتم به نظر میاد مسئله تمومه، ولی چیزی که وجود خواهد داشت یه سری اضافه توی اضافه روز هست توی متغیرها، توی این چرخ هایی که اینجا مشخص هست. خب حالا چند تا اضافه هست؟ اول بپرسم ببینید، شما اول فرض کنید که مثلا ما xi که متغیر آیوممون بود، فرض کنید n اندیس xi چیه؟ اینو اسم میذاریم تعداد دفعاتیه که متغیر xi توی کلاس ها در کلاس ها آمده است. خب اینو فرض کنید اینجوری باشه به ازای هر یه داره. مثلا x1 ما میبینیم که 4 بار اومده، پس n x1 میشه 4، n x2 تو این مثال میشه 3 و همینطور تا آخر. خب الان میخوام بپرسم که به نظر شما چند تا رأس از متغیرها اضافه میمونه که باید براشون از این گاربیج کالکشن ها درست کنیم، از این گاربیج ها درست کنیم، چند تا؟ خب در واقع اون تعداد اینجا من می نویسم تعداد رؤوس اضافی در متغیرها رو میخوایم من و شما به دست بیاریم. خب چجوریه؟ اول به من بگیم که سیگمای nx چی رو میده؟ nx که میگم یعنی تمام x ها، یعنی xi حالا بنویسم در واقع سیگما رو i بچرخه. خب این چی رو میده؟ میشه به طور خلاصه گفت تمام این مثلث آبی ها رو میده به من، یعنی به تعداد تکرار خود متغیرها در کلاس ها رو به ما میده. برای اولی 1 4 میشه، برای دومی 3 میشه و اینا. اگه تمام این مثلث های داخل متغیرها رو میخواستیم باید پشتش یه ضریب 2 هم میذاشتیم، چون قرمز ها رو هم باید باش حساب میکردیم. حالا میخوام نشون بدیم که چند تا از این زوج هایی که این پایین لازمه میخوایم و به دردمون میخوره. در واقع garbage collection همون چند تا عضو باید داشته باشه. خب این معادل با اینه که ما نشون بدیم که اینجا چند تا اضافه داریم. همونطور که میبینید توی این مثلث هایی که برای متغیر را کشیدیم، هدف فقط تعداد این بیرونی هاست، این رؤوس بیرونی مثلث هاست و الا این جفت ها همشون استفاده میشن.
از این جفت ها، از این نقاط بیرونی یه تعدادشون جذب این دوتا میشن و با هم خانواده تشکیل میدن. یعنی این مثلث آبیه مثلا میشه یه عبریال، دیگه تکلیف این روشن میشه و این هم همینطور، و در واقع این یه دونه سرش بی کلا میمونه فرض کنید. پس نصف اینها، نصف این مثلث ها رؤوسشون با این رؤوس داخلی جفت خودشون رو تشکیل میدن، ستایی خودشون تشکیل میدن و تمام. و چیزی که از اینا اضافه میمونه نصفشون، اون نصفشون چقدره؟ سیگما ان ایکس آیه. یعنی از اولی 4 تاش سرش بی کلا میمونه، از دومی 3 تاش و همینطور تا آخر. اما از همینا هم یه سریشون بازم استفاده میشن، چند تاشون استفاده، مثلا یه دونش هم دوباره با این کلاوز میره جلو، یه دونش. خب این برم همینطور، یه دونش هم با این کلاوز میره و این دیگه لازم نیست با این جفتشو بگیره، با اون یکی کلاوز میده. در واقع دقت کنید که هر کلاوز فقط یه دونه از این ستاییاشو میتونه ببره. چرا؟ یعنی ستا به ازای کلاوز شماره 2 استفاده نمیشن، فقط یکیشون به ازای کلاوز شماره 2 استفاده میشن، چون کلاوز شماره 2 اینجا فقط یه جفت هست داره و این یه جفت راست و فقط به یکی از این سه تا میتونه اختصاص بده. خب پس از اونایی که سرشون بی کلا مونده به تعداد کلاوزها هم دوباره استفاده میشن، جفت خودشون رو پیدا میکنن. پس ما وقتی میخوایم اضافه ها رو حساب کنیم میتونیم اینجا بنویسیم منهای تعداد کلاوزها. پس سیگمای n x i منهای کلاوز ها دقیقا تعداد رؤوسیه که اینجا تو متغیر داریم و سرشون بیکلا مونده، با هیچ چیزی نمیتونن جفت بشن یا ستایی بشن. برای همونها ما باید سطل آشغال درست کنیم و الا اون جادوگره که داره مسئله 3D matching رو حل میکنه به محض اینکه ببینه چند تا اضافه است سریع میگه نو و اصلا ارضا نمیشه اون مسئله، اون فرمول سطحمون. بنابراین ما باید این مشکل رو جلوشو بگیریم که واقعا اگه شدنی باشه اون بتونه مثلا رو حل کنه. خب در واقع همین شد دیگه، یعنی قشنگ مشخصه که ما تعداد جفتهایی که تو سطل آشغال داریم تعدادشون چند تاست. خب این یعنی این عددی که ما به دست آوردیم، این عدد دقیقا برابر این آخرین اندیسیه که اینجاست، یعنی اینایی که الان ما اینجا کشیدیم به این شکل. البته اینجا ما باید 3 نقطه ای بذاریم، این 3 نقطه از اونا را اصلا اینو اشتباه نکن. خب در واقع اینو الان باید به کی وصل کنیم؟ به تمام، چون ما از قبل که نمیدونیم اینا کدومشون سرشون بی کلا مونده، کدومشون جفت شدن با اون کلاس ها یا نه، کدومشون قراره با این دوتایی ها اصلا جفت بشن، ما که اینا رو نمیدونیم. به همین دلیل این رو، اینها رو به همه این تکی های مثلث ها وصل میکنیم، یعنی این رو به همه اینا وصل میکنیم و همینطور حتی اون بر، یعنی حتی اینا رو به اینا وصل میکنیم، به تمامشون، به تمام این زوجها وصل میکنیم که حالا اینجا چون شلوغ پلوغ میشه من دیگه همه رو ادامه نمیدم، به همه اینا وصل میکنیم و هر جفت اجازه داره با هر کدوم از این نوک مثلث ها رو، اگه دقت کنیم با هر کدوم از اینا ستاییش رو تشخیص بده. اینجا هم همینطور، این مثلا دوباره میتونه با این باشه، دوباره این دوتا میتونن با اون یکی باشن، با همه اینا امکانش هست و حالا چون شلوغ پلوغ میشه من دیگه بیشتر از این ادامه نمیدم. پس هر کدوم از این جفت ها میتونن با تمام این متغیرهایی که اضافه مونده این دور بر و حدس میزنیم ممکن اضافه بمونه باشن. خب ما اینو که رسم کنیم دیگه در واقع
یک گراف بزرگی داریم که حالا یه ذره اینجا شلخته میشه ولی بقدر بزرگیشه، و ما این رو میتونیم تحویل اون آقای جادوگر بدیم. این در واقع ادعا اینه که اگه اون آقای جادوگر بگه نو، قطعا اون فرمول تری ستمون ساتسفای نمیشه، نشدنیه و هیچ جوابی براش وجود نداره. و اگه بگه یس و اون تریپل ها این ستایی ها رو به ما بده، قطعا اون هم ارضا میشه. یعنی همین خوندن و تفسیر کردن جواب اون جادوگر برای مسئله تری ست هم کار سختی نیست، به خاطر اینکه دیگه این کلاز شماره دو مشخصه که داخلش حداقل کدوم لیترال ترو هم. چون یکی از این سه تا حتما رفته به یه جایی که اون در واقع تروه، و اینجوری هستش که این مسئله حل میشه در واقع. یه سوال ممکنه اینجا اینجوری باشه که بعضی از مثلا ممکنه داخل هر کلاس به جز یک لیترال اون یکی هم ترو باشه، اینا اشکال ایجاد نمیکنه، یعنی میشه دید که این امکان هم وجود داره و تمام حالات رو پاسخگوه. خب این مسئله پس به این ترتیب ما ثابت کردیم که هر ورودی مسئله تری ست رو میتونیم با این روال تبدیل به یک گرافی بکنیم سه بخشی با هایپر اج و تحویل مسئله تری دی مچینگ بدیم، و اگه اون مسئله توسط تری دی مچینگ در زمان چند جمله حل بشه، چون این روالمون هم چند جمله ای بود زمانش، بنابراین میشه نتیجه گرفت 300 هم مسئله در زمان چند جمله حل میشه و این طبق فرضی که کرده بودیم خلافه، و در نتیجه با این شیوه و به برهان خلف ثابت کردیم که مسئله 3D matching هم مسئله ای هست MP ها. حالا چون MP بودنش هم قبلا گفته بودیم، بنابراین این مسئله MP complete هم هست. موفق باشید.